به نام خداوند بخشاینده و مهربان، برنامه ای را که برای شما تدریس میکنم برنامه واتر جیمز است. قبل از اون باید معرفی کنم، عزت الله شهرزاد هستم. برنامه ای را که برای شما تدریس میکنم برنامه واتر جیمز است. برنامه واتر جیمز برای دیزاین شبکات آبرسانی موارد استفاده داره. معمولا هم دیزاین شبکات آبرسانی بر اساس توسط برنامه واتر جیمز می شود و هم در زمان بهره برداری از برنامه واتر جیمز استفاده می کنیم. خب بعد از اینکه برنامه واتر جیمز را ما در کامپیوتر نصب کردیم، در اسکرین کامپیوتر آیکنش به این شکل میاد. خب زمانی که برنامه قدرتمند واتر جیمز را باز کردیم، یک پنجره باز می شود. پنجره خوش آمدگویی است که welcome یعنی خوش آمدین، quick start lesson، safety است quick start lesson یعنی درسی که در خود واتر جیمز وجود داره، آیا روی زمین کار میکنی؟ create new project، آیا شما میخواین پروژه جدید را بسازین؟ open existing project، آیا شما پروژه قبلا کار شده را میخواین باز کنید؟ خب در بین سه گزینه ما گزینه create new project را باز میکنم، یعنی ما میخواییم خود ما پروژه را بسازیم. ببینیم باز شده. زمانی که برنامه واتر جیمز را اوپن کردیم، یک صفحه برای ما باز میشه که نوشته است بنتلی واتر جیمز، یعنی ورژنش است بنتلی واتر جیمز. واتر از یعنی آب، جیمز GEMS جسپیشیلی انجینیرینگ اند مدلینگ سیستم، مخفف جسپیشیلی جیمز، مخففی جسپیشلی انجینیرینگ مدلینگ سیستم. خب زمانی که واتر جیمز را باز کردیم، این قسمت را به نام مینوبار یاد منه و اینا را به نام تولبار یاد منه. خب در برنامه واتر جیمز مانند برنامه های اوتوکد و سیول دیویدی و بعض برنامه های دیگه نمی کنیم که هر آپشن را جدا ما اینجا کار کنیم، یعنی باید پروژه را خلاصه ایجاد کنیم و موارد استفاده از این آپشن ها را در پروژه در هر قدم که پیش بردیم زمان استفادهش را در همون قسمت برتان داشته میدیم. خب یعنی ابزار به نام select است، file, edit, analyze, components, view, tools, report, head. قبل از اینکه ما برنامه را خلاصه یا پروژه را روی از این با وجود بیرم، اولین کاری که میکنم روی tools name، روی option در اینجا چکار منم که واحد را که ما میخواییم روی کار بکنم کدام واحد را باید انتخاب کنم. ببینین یک SI داریم، یک US customary داریم. US customary اگر واحد SI را انتخاب کنم اما سیستم بین المللی است و به این قسمت تمام واحد ها را میتونم تغییرات بیار. مثلا میگم که absolute ref نیست، در میلیمیت نباشد، میچی باشد. سرش کلیک کنم، یک علامه گرد اینجا نشان داده میشه، ref رو کلیک کنیم. میتونم واحدش را مثلا به میلیمیتر نباشد، مثلا میلیمیتر فوت باشد، یا مثلا به میلیمیتر به فوت نباشد، به سانتیمیتر باشد. یعنی ما میتونیم از اینجا هم واحدهایی که مورد است استفاده ماست یا واحد های دلخواه خود را در این قسمت چکار کنیم انتخاب کنیم. و اما در قسمت های دیگرش هم مثلا در پرسنت فیصدی را به چی نشان بده، یا مثلا پریشر فشار را به چی نشان بده، اما میگیم فشار را مثلا در متر آب نشان بده برم فرزن میگیم پریشر چی هست در قسمت پریشر به کیلو پاسکال، ما میگیم کیلو پاسکال نباشه، چی باشه؟ به متر آب باشه،
خاطر از یک کار مساله شود، مثلا از سرعت را فرمول مایی است کدام فیزن میلیان فرمول استفاده میکنه. و اگر هر واحد را خواسته باشیم به شکل پیشفرض، ما چکار میکنیم که در اینجا ادیتش میکنیم، یعنی واحد دلخواه خود را ما چکار میکنیم به برنامه معرفی میکنیم. زمانی که کار کردیم اینجا سیف میزنیم، مثلا من قبلا همین برنامه را سیف کرده بودم و هشت را وقتی که من اوپن کنم این کار را انجام دادم. خب من نیاز ندارم، من ایش چکار میکنم از اینجا سیف به قسمت میایم، چون من قبلا سیف شده که داشتم و این را یعنی قسم واحد ها را جار کردم. میایم روی از این کلیک میکنم، این را چکار میکنم اوپن. خب اینا را بسته میکنم، این نسای باید عزیز و های دلخواه خود را ما در برنامه معرفی کنیم. حالا یعنی ابزار اولی که به این شکل کرسر ماوس را برای ابزار سلیکت است و اینی پایپ است و این جانکشن است و هایدران برای آتش چیزاست و تانک است و رزروایر است. یعنی ابزارهایی است که ما بیشترین استفاده را در برنامه واتر جیمز خلاصه از این طول با از این طول ها استفاده میکنیم. خب دیگه از زیادگویی نمی کنیم، یک پروژه را به وجود میاریم و هر کدام از اینا را مطابق به اونمو پروژه را که به وجود میاریم کار کرد را به شکل عملی در پروژه میبینیم که چی کار بود هایی. خب ما آمدم روی برنامه روی پایپ کلیک کردم و زیر کرسر ماوز من یک علامت سیاه آمد، یعنی تو در حقیقت برای من نشان میده که تو پایپ را انتخاب کرد. خب میایم روی از اینجا کلیک میکنم، میبینیم که به مجرد کلیک کردم J1 یعنی جانشن اول را به خود گرفت. بعد دوباره کلیک کردم اینجا به یک قسمت، از این قسمت به یک قسمت J1 J2 در وسطش پایپی به نام P1 به وجود آمد. خب یک پروژه بسیار ساده است، یک حلقه بسیار ساده ای از دکتر باوجود میریم و رویش کار میکنیم. خب ببینین J1 تو J2 J2 و J3 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 در کل یک پروژه ساده ای به ما باوجود آوردیم در واتر جیمز که متشکل از 5 پایپ و 4 جام پنج جانکشن است. خب وقتی من در اینجا کلیک کردم بازم میگه تو بازم میخوایی ادامه بدی یا نه. اگر خواستم ادامه بدم میایم یک قسم ادامه بدم، اگر ندادم به یک قسمت میایم رایت کلیک میکنم، چون جانکشن انتخاب بود جانکشن نمیگه به یک قسمت میگم دیگه شبکه من چی باش رو تمام شد. وقتی که تمام شد بازم ببینیم زیر کرسر ماوس ما هم علامت سیاه است، علامت جانکشن است. نمیخوام که تو نزد بازم میخوای حلقه های دیگر را به وجود بیاری، من میگم نه این حلقه کافی است. خب برای از یکی از این حالت خارج شوم میایم روی ابزار سلیکت و سلیکت را انتخاب کنم. ببینیم دیگر او علامت دون شد. خب برای از اینکه این را به شکل دلخواه خود جانکشن ها را موقعیت دهی کنیم، میتونیم روی از این کلیک کنیم و این را به این شکل درگ کنیم به هر طرف که خواسته باشیم، این طرف به طرف میتونیم درگش کنیم. خب این را درگ کنیم، ببینیم جانکشن اول، جانکشن دوم، جانکشن سوم، جانکشن چهارم، جانکشن پنجم، پایپ اول، پایپ دو، پایپ سه، پایپ چهار و پایپ پنج. در حقیقت ما یک شبکه یک حلقه از پایپ ها را به وجود آوردیم، یک شبکه بسیار ساده ای از حلقه را به وجود آوردیم. و من گفتم که آبرسانی در کل یا به شکل حلقوی است یا به شکل شاخه ای است و یا ترکیبی از هر دو تاست. امکان داره حلقه و شاخه هر دو همزمان میشه. خب فعلا ما روی حلقه همین حلقه بسیار کوچک را بحث کنیم، به خاطر از همین تفهیم همین دیتا داخل کردن دیتا و استفاده از واتر جیمز را شما بفهمید. هدف ما این است که شما بدانید همین دیتایی در یک شبکه لازم است چگونه از طریق واتر جیمز به برنامه معرفی میکنید
و چگونه از واتاگنز استفاده میکنید. یعنی هدف ما دیزاینی نظمی شبکه بسیار ساده است. خب برای از اینکه یعنی موقعیت اینا اگر خوشمان نامد، اگر خواستیم تغییرش بدیم، روی از این کلیک میکنیم، یک علامت مربعگر ظاهر میشه و یک میتونیم از قسمت دراب کشیم، درک میکنیم و جای دلها ایدارش بدیم. خب در خود از این کلیک کردیم، دوباره جانکشنه را کلیکش کردیم، یعنی قسمت موقعیت دهیم. خب فعلا جانشنا و پایپا رسم شده. برای از اینکه مو در یک حلقه آب، یعنی هدف ما آب رسانی است، باید منبع داشته باشیم. ما چکار میکنیم؟ یک ریزروایر را هم به این حلقه به عنوان منبع به این پروژه یا به این شبکه به عنوان منبع معرفی میکنیم. خب که آمدیم ریزروایر را انتخاب کردیم، در اینجا کلیکش میکنیم، از ما سوال میکنه که Would you like to morph junction 1 into the reservoir؟ مگه آیا شما میخواهید که جنکشن اولتان تبدیل به ریزروایر شود؟ ما اگر گفتم yes، ما کار برای ما میکنه. اگر گفتم no، روی no کلیک کردم نمیکنه. اگر yes کلیک کردم، یعنی به جای جنکشن اول ما ریزروایر و شبکه معرفی میکنه. خب فعلا میخواهیم که یک ریزروایر معرفی. خب انجینیر صاحبای عزیز، ریزروایر را به شبکه معرفی کردم. حالا کدام دیتا ها را ما بایی لازم است در بایی حلقه بدم تا بر ما همو حلقه را دیزاین کنم؟ در قدم اول الویشن دهی است، یعنی ما باید موقعیت هر کدام از اینا را، هم موقعیت رزروایر و هم موقعیت جانشنا را نظر به سطح بحر ارتفاعش را تعیین کنیم. خب برای از اینکه یک چیز دیگه یادم رفت، یعنی چرا من اینجا تانک نگرفتم، چرا رزروایر گرفتم یا چرا رزروایر انتخاب کردم؟ خب فرق دلیل عمده فرق بین یک تانک و یک رزروایر در چیست؟ ریزروایر یک منبع نامحدود است و تانک یک منبع محدود است. به چی مفهوم؟ به این مفهوم که تانک در تانک سطح آب پایین میره، یعنی افته، یعنی سطح آب از سطح باید باشد پایین میره. زمانی که ما به شبکه آب رسانی بکنیم، سطح آب در تانک پایین میره، اما در ریزروایر سطح آب پایین نمیره. یعنی هر قدر که ما به شبکه آب بدهیم، اما سطح آبی که در رزروایر وجود داره سطحش سطح استاتیکی داره، یعنی سطح دینامیکی نداره. و زمانی ما یک تانک را در، مثلا اگر ما در یک شبکه تانک معرفی کردیم اما سطح آب در او پایین نرفت، و او زمان است که به جای تانک چیکار میکنیم؟ رزروایر معرفی میکنیم. فرق رزروایر و تانک در ای است که در تانک سطح آب پایین میره و در رزروایر سطح آب پایین نمیره، و در حالی که در رزروایر سطح آب ثابت است. خب اولین کاری یا اولین دیتایی را که به شبکه ما میخواییم معرفی بکنم و نمو الویشن است. یعنی برای هر کدام از اینا ما باید موقعیتش را مشخص بکنیم که از سطح بحر تا چی اندازه اینا ارتفاع دارد. خب به شکل پیش فرض نمیایم روی رزروایر کلیک میکنم، و مجردی که کلیک کردم روی جانشن، اگر کلیک کنم این جانشن هم شمارهش میاد. اگر روی رزروایر کلیک کنم R1 همون نمایندگی میکنه از رزروایر. خب فعلا میخوایم به رزروایر یک الویشن بدیم. میایم این پنجره را، اگر فرزن یک زمان شما کار کردیم که پنجره بسته بود، خواستین این پنجره را بیارین، پنجره پروپرتیز را چکار میکنیم؟ روی از این دبل کلیک. زمانی که دبل کلیک کردیم، این پنجره پروپرتیز چکار میشه؟ باز میشه. وقتی که باز شد، به قسمت های دیگهش به الان کاری نداریم، میاییم در قسمت فیزیکال.
در قسمت فیزیکال اینجا نوشته است elevation به متر. اگر خواسته باشیم ارتفاع به هر واحد دیگر اگر خواسته باشیم اینجا که کلیک کنیم units and formatting. در این قسمت ما میتونیم هر واحد دیگر که خواسته باشیم با ارتفاع تعیین شود از اینجا انتخاب میکنیم. من فعلا میکنم این در برای من درست است. این را اوکی میکنم. خب میایم به رزروایر یک الیویشن را خلاصش کار میکنم معرفی میکنم. فرضاً من به الیویشن خود میایم 100 متر ارتفاع سطح بحر برش دادم. خب این را که دادم چکار میکنم که اگر پنجره را بسته کنم بیاریم چکار میشه. میایم روی جانشن 2 کلیک میکنم. رزروایر برش الیویشن دادم. اما روی جانشن 2 دوباره کلیک کردم باز هم میشه. ببینید اینجا دیگر R1 نیست، اینجا دیگر چی است؟ J2. چرا J1؟ J1 را ما تبدیل به چی کردیم؟ تبدیل به رزروایر. از خاطر شما J2 را اینجا گیرید. خب میاییم به این یک الیویشن میتیم. ببینیم یک الیویشن 102 متر برش دادم. خب هم میتونم این را بسته کنیم دوباره اینجا دوباره کلیک کنیم و پنجره باز شود. برای آسانی کار من دیگه او کار نمی کنیم. یعنی روی جانشن 3 کلیک میکنیم. روی جانشن 3 کلیک کردیم ببینیم اینجا J1 تبدیل به چی شد؟ J3 یعنی جانشن 3 با. خب این هم یک ارتفاع برش میتونم 105 متر یعنی واحدش متر. خب میایم روی جانشن 4 کلیک میکنم. برم برش یک ارتفاع میتونم فرضاً 107 متر. میایم روی جانشن 5 کلیک میکنم و برم یک ارتفاع برش میتونم فرضاً 108 متر. خب ببینین این زمانی که من الیویشن ها را به جانشن ها دادم در حال طبیعی بود که جانکشن بسیار کم بود، 4 تا جانکشن بود. اما اگر زمانی باشد که جانکشن بسیار زیاد باشد و من نفهم کدام جانکشن به من قیمت برش دادیم، کدام جانکشن به من ارتفاع دادیم و کدامش ندادیم، یعنی 4 تا نباشد 40 تا باشد یا 400 تا باشد، 400 تا جانکشن اگر داشته باشیم، من چه قسم بفهمم که به کدام جانکشن من قیمت یا الیویشن دادیم و به کدامش مانده. خب راه حلش چی است؟ یعنی چطور میتونم بفهمم؟ میایم به این قسمت، یک این قسمت هم نوشته است فلکس تیبل. از این قسمت هم میتونید شما بیاین روی جانشن کلیک کنید. امی جدول توصیفی مربوط به جانشن فلکس تیبل جانشن تیبل یعنی جدول توصیفی مربوط به جانشن باز میشه. و یا میایین در قسمت بیو ببینید اینجا نوشته است فلکس تیبل در قسمت ویو. اینجا کلیک میکنیم میایین روی جانکشن رو پیدا میکنیم. اینجاست کلیک کردیم باز هم همون جدول توصیفی مربوط به جانکشن باز میشه. و یا طریق سومش ای است که کنترل هفت تچق میکنیم و میایین چیکار میکنیم جانکشن رو پیدا میکنیم. اینجا کلیک کنیم باز هم همون جانکشن باز شد. خب ببینید نوشته است J2 J3 J4 J5 جانکشن دوم، جانکشن اول که ما تبدیل به رزروایر کردیم، جانکشن دوم، جانکشن سوم، چهارم، پنجم. اینجا آیدیش هست و در این قسمت هم اما لیبلش هست. ببینید این نام اینا رو به نام لیبل این قسمت ها نوشته به نام لیبل. میایم به یک قسمت ببینیم جانکشن دوم را ما 102 متر الیویشن داریم، جانکشن 3 را 105 متر الیویشن داریم و جانکشن 4 را 107 متر الیویشن داریم و جانکشن 5 را 108 متر الیویشن داریم. اگر خواسته باشیم بازم بگیم به متر نی به کنام واحدی دیگر میتونیم اینجا رایت کلیک کنیم یونیتس اند فالیتی. ببینیم در این قسمت تمام واحدها هست اما واحد دلخواه ما فعلا چی است؟ متر است. کلیکش می‌کنم. خب در این قسمت نوشته است زون. ببینید ما یک حلقه داشتیم، اگر چندین زون در یک شبکه داشته باشیم در این قسمت زون بندیش است. دیماند کلیکشن یعنی
اما مقدار دمند را ببینید، هر جانشن باید یک مقدار آب را با استفاده کنندگان چکار کنه؟ تأمین بکنه. این مقدار آب را که جانشن تأمین میکنه را میگه دمند. خب اینجا کالکشن نوشته است. ببینید اینا به نام فیلد یاد میکنه. اینا فیلد هایی که هایلایت شدگی است به شکل رنگ زرد میبینید، اینا ها ما تغییر داده نمیکنیم، یعنی اینا غیر قابل تغییر است، به اینا یک فرمول معرفی شد. و در این قسمت میگه demand L فی سکن، یعنی لیتر پر سکن، مقدار آب، یعنی مقدار آب را به لیتر هر سکن برای ما خلاصه نشان میده. و این بر ای در حقیقت در قالب یک فرمان است، چون ما هنوز برنامه را ران نکردیم، این به این شکل برای ما نشان میده. و هایدرولیک گرید یعنی گرادینت هایدرولیکی است. و در این قسمت هم کیلو پاسکال پریشر و کیلو پاسکال یعنی فشار را برای ما به کیلو پاسکال محاسبه میکنه. خب ما میگیم فشار برای ما به کیلو پاسکال محاسبه نکنه، به متر آب محاسبه کنه، برای اینکه ما مشکل ما کمتر شد. روی از این کلیک کردم ببینین یک بار دیگه کانسلش میکنم. در قسمت رایت کلیک یونیورسال فرمتینگ انتخاب میکنین، میایین در قسمت کیلو پاسکال را تبدیل به متر آب میکنین. اوکی ببینین دیگه پریشر فشار را به متر آب برای ما محاسبه دوستان بیانند. ببینین در قسمت ریزروایر ما برای 602 100 متر الیویشن دادم، اما در این را اینا را 102 105 107 108 متر برای هر کدام از اینا الیویشن دادم. ما ریزروایر را در حقیقت پایین تر از جانشن خود انتخاب کردم. چرا این کار را کردم؟ خواستم که یک مقدار مشکلات خلاصه در برنامه وجود بیاید. در همین یعنی بسیار ساده با چند تا پای خود جانشن نمیکنم که یعنی را ما دیزاین کنیم. به هر حال ما میخواهیم که یک چیز را خلاصه یاد بگیریم. به اون لحاظ ما برای هر کدام از اینا جانشن های الیویشن های متفاوت را دادیم. خب ریکارد باست ریکارد میکنم. خب الیویشن ها رو به جانشن ها معرفی کردیم. حالا چیکار میکنیم که میاییم روی الیمنتس دیماندان روی جانشن تو کلیک میکنیم، دوبار کلیک کردیم، میایم در قسمت فیزیکال این بار کار نداریم، میایم در قسمت دیمند. روی دیمند کلیک میکنیم، ببینیم در قسمت یک علامگر برای ما ظاهر میشه. وقتی روی کلیک کردیم یک جدول برای ما، یک صفحه جدید برای ما باز میشه. در این قسمت دیمند بیس نوشته است و در این قسمت اتر نوشته است. دیمند بیس امون مقدار آوی را که جانشن برای امون اجتماع تأمین میکنه آنم را نشان میده. و پترن چی است؟ پترن در حقیقت مقدار آب مصرفی را در طول یک شبانه روز نشان میده، در ساعت دوی شب چقدر آب باید چقدر امی جنگشن برای تأمین کنه و ساعت 8 صبح چقدر آب تأمین کنه. در حقیقت پترن الگوی مصرف آب در طول یک شبانه روز است. خب میایم در قسمت برش یک دمن معرفی میکنم. فرزانی را میکنم 15 لیتر پر سکن، وقتی انتر کردیم فیکست گرفت، یعنی 15 لیتر بعدا ما به شکل فیکست با برنامه چکار میکنیم که معرفی میکنیم. بعد میایم روی جانشن سوم کلیک کردیم، خودش میگیره و این را میتونیم یک قیمت فرضی 10 لیتر پر سکن. و در این قسمت میایم فرضا میتونیم 13 لیتر پر سکن. و در این قسمت هم آمدیم فرضی 15 لیتر بازم دار. خب دمند را هم برای جانشن های خود دادیم، اما نمی فهمیم کدام جانشن ما دمند گرفته. فعلا که 4 تا جانشن داریم
در صورت بسیار ساده میتونیم هر کدامش را کلیک کرده و بفهمیم که برش دیمن دادیم یا الیویشن دادیم یا نه. اگر مثلا 40 تا جانکشن باشد کار بسیار سخت است، و فرضاً اگر 400 تا جانکشن باشد کار سخت تر است. برای از یکی بفهمیم کدام جانکشن های ما برش دیتا دادیم و کدام جانکشن های ما دیتا ندادیم چیکار میکنیم؟ میاییم روی فلکس تیبل. از این قسمت گفتم میاییم روی جانکشن کلیک میکنیم، جدول توصیفی مربوط به جانکشن باز میشه. و یا میاییم در قسمت ویو، در قسمت ویو که آمدیم فلکس تیبل ای قسمت است کلیک میکنیم، اما جدول توصیفی مربوط به جانکشن باز میشه. و یا ای که توسط کنترل هفت ما اینمی جدول توصیفی را چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. وقتی جدول توصیفی را باز کردیم میبینیم در قسمت اما آیدیش نوشته است و در قسمت لیول های اینمی لیول این قسمت اینمی خود نام جانکشن کنم لیول را میکنم. و در قسمت ما میفهمیم که لوشن جانکشن دوم ما 102 متر، جانکشن 3 ما 105 متر و جانکشن 4 ما 107 متر و جانکشن 5 ما 108 متر الیویشن نظر به سطح بحر برش به طور فرضی معرفی کرد. یک قسمت هم زون نوشته است. زون به خاطر اینکه ما یک شبکه بسیار ساده را داریم در قسمت زون بندی نکردیم و یک قسمت دیمند کالکشن نوشته است. یعنی فیلدهایی که خود اینا رو بنام فیلد یاد میکنه، این فیلدهایی که هایلایت شدگی است رنگ زرد داره ما اینا رو تغییرات آورده نمیتونیم. و در این قسمت نوشته است دیمند پر لیتر پر سکن، یعنی مقدار آب را که هر جانکشن باید تامین کنه و نمور پر لیتر فی سکن برای ما به نمایش میگذاره. در این قسمت هم گرادیانت هایدرولیک است کاری نداریم و در این قسمت هم پریشر یعنی فشار و متر آب. هر کدام از اونا رو فرضاً اگر ارتفاع ما خواسته باشیم که واحدش متر نباشد یک چیز دیگر باشد میاییم روی از این رایت کلیک یونیت سان فارمتینگ. در این قسمت میتونیم واحد هایش را چکار کنیم تغییر. فعلا ما میگیم متر درست. و یا اینکه مثلا گرادیانت هایدرولیکی به متر نباشد یا دیمند به لیتر فی سکن نباشد، متر مکعب فی سکن باشد یا متر مکعب برقی باشد. در قسمت رایت کلیک میکنیم و یونیت سان فارمتینگ میتونیم واحد هاش را اینجا تغییر بدیم. خب فعلا واحد ها را ما قبلا به شکل پیش فرض چکار کردیم جور کردیم ازش استفاده میکنیم. خب الیویشن و دیمند را الیویشن را به جانکشن ها و رزروایر دادیم و دیمند را به جانکشن های خود معرفی کردیم. فعلا کار که میکنیم میاییم یعنی لیبل ها را چکار میکنیم؟ خاموش میکنیم تا که اینمی حلقه را به شکل درست میتونیم ببینیم. سر element symbology کلیک میکنیم میاییم روی پایپ. وقتی روی پایپ کلیک کردیم میبینیم لیبل مربوط به پایپ باز میشه. وقتی ای را انچک کنیم اونمو لیبل های مربوط به پایپ خاموش میشه. وقتی که چک شه پس کنیم خاموش میشه، وقتی که چک کنیم دوباره میاد. خب فعلا لیبل هایش را انچک میکنیم و در این قسمت میایم جانکشن را هم لیبلش انچک میکنیم و هایدرانت که نداشتیم میایم روی رزروایر، رزروایر هم لیبلش را خاموش میکنیم یعنی انچک. ببینیم اما ابزارهایی را که ما در برنامه یادمی حلقه استفاده کردیم به شکل بسیار تیره اینجا دیده میشه و ابزارهای دیگری را که ما در این شبکه استفاده نگردیم به شکل دوهی و شکل خالی چکار میشه به ما نشان میشه. خب فعلا کاری که کردیم یکی الیویشن دادیم به اینمی شبکه، یکی کاری که کردیم برای شبکه ما دیمند را به جانکشن های خود معرفی کردیم. حالا چکار میکنیم که خب element symbology رفت، وقتی که رفت میکنیم از این قسمت از ویو همه element symbology را چکار کنیم دوباره بیاریم. من روی element symbology روی پایپ کلیک میکنیم، رایت کلیک در نیو قسمت annotation. وقتی که این پنجره باز شد میبینیم چه نوشته است. Field name free from. Field name تا
در قسمت پایپ هستیم. در پایپ چیزی که مهم است یکی سرعت مهم است و یکی هم قطر پایپ مهم است. خب فعلا میاییم قطر را انتخاب میکنیم. در اینجا دیامتر را پیدا میکنیم. دیامتر کجاست؟ دیامتر را انتخاب میکنیم و مجرد دیامتر را انتخاب کردیم اینجا را نوشته میشه prefix suffix. prefix هم پیشوند را که میخواهید به پایپ بدی چی است. مثلا ما میگم چی باشه پیشوند نینی من به دی پایپ را میشناسم. دی مساوی suffix هم پسوند که میخواهید به چی باشه با او کاری نداریم یعنی all elements باشد. خب پسوند استاد مثلا چی را؟ پسوندش مثلا قطر را چی نشان میده؟ خود برنامه برای ما میگیره که مثلا تو میخوایی به این چست یا به این چست اون هم هست. پیشوند تو میخوایی که انمی قطر را توسط چی میشنستی؟ خب میایی میره برای شک کوردنات میتیم قطر را معمولا زیر پایی نوشته میکنه یک عدد منفی برش میدیم فردن ما یک منفی چهار دادیم یک اپلای میکنیم خیلی پایی هست چکار میکنیم منفی دو خب میاییم منفی دو اپلای میکنیم کنم درست. خب این را اوکی میکنیم. فعلا برای ما قطر 152.4 میلیمتر گرفته. اگر خواسته باشیم که قطر را برای ما بر میلیمتر نشان بده به اینچ نشان بده میاییم روی اما فلکس تیبل را قبلا گفته میاییم روی پای و در پای میاییم قطر را به اساس میلیمتر نه به اساس اینچ میخواییم محاسب میاییم در قسمت اینچ را میگیریم ببینیم قطر را فعلا به ما به اینچ نشان داد و دی مساوی به 6 اینچ یعنی خود برنامه به شکل پیش فرض این 6 اینچ را میگیریم. خب عنصر دیگری که مهم است در قسمت پایپ سرعت است. باز هم میاییم روی المنت سیمبولوژی در قسمت پایپ میخواییم بهش سرعت بدیم میو آنوتیشن. خب به قسمت دیگر این بار به دیامتر کاری نداریم میاییم بلاستی سرعت را پیدا میکنیم. خب بلاستی را انتخاب کردم مگه بلاستی را پرفیکس پیشوندش چی هست ما میگم بی مساویست در. خب پسوندش کاری نداریم x offset y offset این نظر به y چقدر باشد yش چقدر باشد x x روی محور افقی حرکت میکنه اینجا وقتی ما خدمت بدیم y روی محور عمودی. خب ما این بار اگر مثلا 0 0 باشد روی خود پایپ به همین نوشته ما قرار میگیره ما به خاطر ذکر روی خود پایپ قرار نگیره چیکار میکنیم یک عدد مثبت میگیره برش معرفی میکنیم تا در قسمت بالای پایپ قرار بگیره. اپلای ببینیم جایش هم مناسب است. فعلا آمده بی مساوی به این به ای به متر فیزیکن یعنی سرعت را به ما به متر فیزیکن نشان میده. به خاطر این که تانز برنامه را ران نکرده اینمی به شکل فرمول به ما اینجا نمایش ده. خب در قسمت پای ما خلاص شدیم هم قطر را برش معرفی کردیم و هم سرعت را. ما در قسمت جانشن که در جانشن ما باید رژه فشار را باید معرفی کنیم که چقدر فشار باید داشته باشد جانشن های میاییم روی element روی جانشن رایت کلیک میم نیو آنوتیشن. در این قسمت مربوط به جانشن باز شد پنجره مربوط به جانشن باز میشه. در این قسمت ما در دیامتر سرعت بلاستی کاری نداریم. در این قسمت که آمدیم میاییم پریشر انتخاب کنیم فشار پریشر انتخاب کردیم و در این قسمت P مساوی یعنی فشار را من حرف اولش میگیرم اما P است. بعد این را اگر یک کردم فرزن من X شم بکنم میگنم یک واحد بکنم آفلای میکنم ببینم در کجا قرار میشه فکر کنم جایش مناسب است اوکی میکنم و اگر خواسته باشیم که جای این را انتقال بکنیم روی کلیک میکنیم و این قسمت که علامت ظاهر میشه در این قسمت میکنیم روی چه باید میم درکش کنیم و این را این قسم درک کردیم هر کدام از این را میتونیم به جای مناسبش درک کنیم. خب
فعلا کار ما با پروژه خلاص شدن واحد را که ما می توانیم توسط فشار بشناسیم و برنامه چکار کردیم معرفی کردیم. خب فعلا کار که می کنیم میاییم برای از اینا انتروال معرفی می کنیم، یعنی انتروال تعیین می کنیم که قطر ما تا چینج باشد، سرعت ما در بین کدام انتروال باشد و فشار از کدام انتروال تا کدام انتروال را مجاز است. مطابق به استانداردی که داریم ما هم فشار را و هم سرعت را در یک انتروال مناسب قرار میدیم تا با ما انتروال برای ما برنامه یا نمیرن محاسبه. میاییم روی elements. خب اگر خواسته باشیم سرعت را یک انتروال برش تعیین کنیم، روی پایپ کلیک کنیم، رایت کلیک نیو. این بار دیگه در قسمت آنوتیشن کار نداریم، میاییم روی کالر کودینگ. روی کالر کودینگ کلیک میکنیم، یک پنجره مربوط به کالر کودینگ پروپرتیز پایپ برای ما باز میشه. ببینیم فعلا پنجره به شکل غیر فعال وجود داره. زمانی که ما بخواییم برش، خب در قسمت میاییم برش سرعت را انتخاب میکنیم، به مجرد که سرعت را انتخاب کردیم پنجره اکتیف یا فعال میشه. میاییم سرعت را در قسمت پیدا میکنیم، زمانی که ما سرعت را انتخاب کردم خود پنجره به شکل اوتومات فعال شد. خب در این قسمت آپشن، خب در این قسمت میاییم کلیک میکنیم روی یک انتروال معرفی میکنیم. خب والیو نمی سرعت را به متر سکند ما میخواییم از ما اگر خواسته باشیم وحیدش دقیق کنیم، این نوعی کلیک یا نیسان فرامتین میتونیم از قسمت وحیدش را دقیق. خب سرعت بین استاندارد بین 0.6 یعنی 6 دهم الی 2.1 دهم یعنی 0.6 تا 1.2 تا 2 و در حالت آتش فشانی میتونیم تا 2.5 انتروال. خب کوچکترین انتروالی که یعنی از اون ما نمیتونیم تجاوز کنیم، یعنی سرعت نباید از 0.6 کمتر شود، اینجا به برنامه معرفی میکنیم و در این قسمت رایت کلیک کلیک میکنیم و روی پنجره کلیک میکنیم، پنجره مربوط به کالر باز میشه. یعنی زمانی که 0.6 به پایین شود کدام رنگ رو برای ما بگیره؟ ما فرضاً اینجا رنگ زرد را انتخاب کنیم. یک رنگ دیگه فرصت باز ما خب فرضاً میتونیم رنگ این رنگ را چطور انتخاب کنیم؟ این علامه چی دیگه رنگ؟ این رنگ را بگیم یا این رنگ را؟ سیس این رنگ انتخاب میکنیم، مشکل نداره. خب این رنگ انتخاب کردیم، بعد میاییم انتروال بعدی را معرفی میکنیم که 1.2 یعنی بین 0.6 و 1.2 کدام انتروال کدام رنگ باید باشه. زمانی که سرعت بین 0.6 و 1.2 قرار بگیره برای ما به چی رنگ نشان داده شد؟ خب میاییم این رنگ سبز را برش میکنیم، میگیم این رنگ باشه، اوکی میکنیم و از 1.2 تا 2 را فرضاً اگر تا 2 باشد کدام رنگ بهش معرفی میکنیم؟ فرضاً میایم رنگ آبی را معرفی کنیم، همین گلابی اتفاق یه رنگ انتخاب کنیم. اوکی میکنیم این رنگ برای از 2 به بالاتر برای ما اگر 2.5 معرفی کنیم مشکل نیست، ولی از 2 بالا رو میتونیم above range color برای ما رنگ قرمز میگیره. خب ایرم اوکی میکنیم، یعنی ما برای سرعت یک انتروال رو خلاصه معرفی کردیم که برای ما نمیتونه از اون کمتر و از اون بیشتر برای ما دیزاین. بازم میاییم روی element symbology. این بار خب اینا رو بسته میکنم، میاییم روی junction. تا junction pressure فشار رو خلاصه چکار میکنیم برش معرفی میکنیم. روی نیو ما این آنوتیشن کار نداریم، روی color coding کلیک میکنیم. خب زمانی که پنجره باز شد بازم مانند قبلی چی هست پنجره خیر فعال است. میاییم این فیلد نمیشه انتخاب میکنیم. چی را انتخاب میکنیم؟ که pressure چون در جانچن فشار میکنیم پریجر انتخاب میکنیم
اونجا رو انتخاب کردیم، پنجره ما فعال میشه. وقتی پنجره فعال شد، خب اینجا نوشته است والیو به متر به متر آب، یعنی فشار رو برای ما به متر آب نشان میده. اگر ما خواستیم واحد شده غیر بدهیم اینجا رایت کلیک نیستن فرمتین بپنیم از قسمت ما هر واحد را خواسته باشیم من دفعه موارد کنیم، اما ما میگم فعلا متر آب درست است به خاطر از یک محاسبات ما سادت است، یعنی ضرب تقسیم دیگه لازم نیست. استازم یک متر آب فشار چقدر است؟ اندازه یک متر فشار ارتفاعی است. خب اندازه یک متر خبر مثلا پر کار مثلا دو اینج مثلا شه سه اینج چار اینج اگر یک متر پرز میکنیم میخواه نسبت با ارتفاع به متر پر میگیم آه ما فعلا میگیم واحدش اینه میباشه واحدش متر آب باشه یعنی میتونیم به پی سی آی و میتونیم به کلو پاسکال هم محاسبه کنیم، ولی او در آخر کار برای ما انجام میشه باید در تبدیل به متر آب کنیم، یعنی در حقیقت پروژه ای را که ما کار میکنیم حق در ارتفاع فشار ارتفاعی محاسبه میکنیم به اساس متر آب هست، یعنی چی فشار باید باشد تا متر آب مقدار متر آب را ملازم داریم فشار ارتفاعی را تامین. خب فعلا میایم روی از یک کلیک کنیم و در این قسمت فشار را طبق استاندارد تا 14 خلاصه همه از 14 متر فشار ارتفاعی کمتر نباشد، تا اگر یک منزل هم باشد باید اون فشار ارتفاعی از 14 متر کمتر نباشد. فعلا ما روی انتروال حرکت ننیم، روی مرز حرکت ننیم، فعلا برش یک 18 مگه از 18 و پایین نمیدیم میگم کجا واسه روی از کلیک کنیم یک رنگ برش انتخاب کنیم، فرزن یک رنگ را کدام رنگ انتخاب کنیم نظر کنیم یعنی رنگ را برای چی انتخاب کرده بودیم؟ برای ویلاسیتی برای ویلاسیتی اینی را انتخاب کرده بودیم از 18 و پایین از 0.6 به پایین برای میبینیم را انتخاب کنیم. خب از 18 تا 50 را در انتروال است، یعنی فشار بین 14 تا 50 را باشد مشکل نداره، ولی ما روی 14 حرکت نمیم چون 14 خودش مرز است، مینیمم است. به اول لحاظ ما یک جده بالا باید بیکارتر به نظر میگیریم. خب بین از 18 به پایین شد برای ما یک قسم رنگ آبی نشان میده و 50 اگر شود بین 18 تا 50 اگر شود یک رنگ دیگر بایش نشان فرزن سبز نشان میتونیم بهش نیم کلیک میکنیم، یعنی بین 18 تا 50 برای ما این رنگ نشان میده و زمانی که از 50 با بالا شود فرزن تا 70 اگر شود فرزن میتونیم یک رنگ دیگه برش مورد کنیم، فرزن میانیم این رنگ یا این رنگ رو میتونیم برش مورد کنیم. خب از 70 اگر با بالا شود مگیم مردن، از 70 اگر به بالا شود خودش برای ما رنگ قرمز رنگ این را اپلای میکنیم اپلای میکنیم اوکی این را چکلیک کردیم کنم اینا دیگه ریکارد میکنم. خب این درس گذشته بود، این قسمت را ما چکار میکنیم یک والیدیت میکنیم، این قسمت والیدیت است ببینیم تا مشکل نداشته باشد no problem were found، هیچ مشکلی خلاصه تا به حال را وجود نداشت، یعنی والیدیت کردیم تمام دیتا های را داخل کردیم درست بده و در این قسمت میاییم بعدا یک الویشن دادیم دیمندار برای جامشنای خود دادیم و اینی پشمندار را برش معرفی کردیم که کدام پشمند مربوط به چی است، خب مثلا پی مربوط به فشار است، خود را نشان می ده و سرعت را نشان می ده. خب فعلا چکار می نیم که یک کمپیوت یعنی می تونیم این همین بر شبکه را که زنگ کردیم یک انالایز را تحلیل کنم خب یکی از این قسمت می تانستیم کمپیوت کنیم و یکی در قسمت انالایز انالایزیس در این قسمت که بیایم این در این قسمت هم کمپیوت نشته است و می تونیم شادکت شیف نور هم اگر بزنیم این نور برای ما چکار می کنم برای ما به نمی را رن می کنم. خب از این قسمت ما چیکار میکنم؟ من میرم ران میکنم ببینم کدام مشکلی داره یا نه. ببینیم
در این قسمت برای من نشان داد این قسمتش درست است، در این قسمت یعنی یک مسیج اینجا برای من مسیج داد که سناریو بیس element type element در اینجا نوشته است negative pressure in system at one or more time steps، یعنی در شبکه شما فشار منفی وجود داره. برای من اینجا مسیج داده که به این شبکه که تو دیزاین کرده به هیچ چی هست فشار منفیه، یعنی هر جانشن ما در حالی که باید یک مقدار فشار رو تعمین کنه تا در یک ارتفاع آب را بال کنه، در حالی که اینجا ما فشاری که داریم فشاری منفی داریم. خب در سایت کلاویست ما روز قبلا می رو دفته بودیم ببینید اینال پی مساوی به منفی در متر فشار ارتفاعی، پی مساوی به منفی نو متر فشار ارتفاعی و پی مساوی به منفی چار منفی هم. در این قسمت در کل جانشن های رد خلاصه ما دیزاین کردیم یعنی رسم کردیم در همه از اینا چی هسته؟ فشار چیه؟ منفیه، یعنی فشار باید مثبت باشه در حالی که در همه جانشن های ما فشار منفیه. و در این قسمت V یک سرعت در اینجا است و چارج کامپیوتر هم خلاص برق آمد. من امیر اگه ستاپ کنم امیر ویدیو